گفتم که اگر از یک حدی عبور کرد انسان هر چه که باشه در واقع مسموم خواهد شد. حتی اگر نان از یک حدی، آب از یک حدی، هر چه که نیاز انسان هست از حدی بگذره به سم تبدیل خواهد شد. ما گفتم که سرآمد فرهنگ جهان هستیم به راستی و امروز به این مصیبت تاریخی افتادیم و هرچه که فریاد میزنیم هموطنان خردمند و دانشمند ما گوشا رو محکم گرفتن. با تو اه، با تو آن اه که در وادی ایمن هستیم، همچو موسی ارنی گوی به میقات بری. سخن حافظ سوگند میخوره با ایران، با سرزمینش، که میستیم، که سوگند بخوریم که بیستیم. و مانند موسی که آغاز میکنه حرکتش رو و با آفریدگار جهان میخواد که سخن بگه و میگه خودت رو به من نشون بده، ارنی یعنی خودت رو به من نمایان کن، در آغاز کار میخواد یعنی آغاز کار، میگه ما هم همین واقع پیمان رو ببندیم و به اون دلاور و به اون مبارزی که میخواد وارد این میدان کارزار بشه بپیوندیم و بگیم آقا شما خودت رو به ما نشون بده، ما هستیم. کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم، علم عشق تو در بام سماوات بریم. سخن از براستی ایران هست هموطنان گرامی. و میگه که ما میبینه حافظ مشکلات این سرزمین رو و میدونه که چه بلایی سر این ملت هر قومی که وارد این سرزمین میشه میارن و میخواد که فریاد ناموس این سرزمین رو در عرش، در کهکشان به صدا در بیاره، شاید هموطنانمون بشنون. و علم عشق و دانش عشق به میهن رو به هموطنانمون بیاموزه، که براستی یکی از یاران، یکی از هموطنان ما از سوئد پریشب ساعت 3 صبح ما رو بیدار کردند و سخنانی در ارتباط در واقع عدم تعهد ملت ایران و عدم دوست داشتن ملت ایران از وطن و به وطن سخنانی خردمندانه گفتند و من هم بسیار خرسند بودم و گوش کردم به سخن این هموطن. و ایشون فکر می‌کردند که برنامه زنده هست و فکر میکردن که صداشون پخش میشه. از اونجا که بسیار آتشین سخن میگفتن من حاضر نبودم که متوقف کنم سخن ایشون رو. چنانچه صدای من رو میشنوید از سوئد زنگ زدن، اگر مطلبی دارید، اگر میخواهید مطلبتون رو دوباره بگید، از باز که خواستید میتونید روی خط بیاید. خاک کوی تو به صحرای قیامت فردا، همه بر فرق سر از بحر مباهات بریم. هموطنان گرامی، سخن از خاک ایران هست، خاک سرزمین ایران. هموطنان ببینید 700 سال گذشت، هیچ تغییری در سرنوشت این ملت و در سرگذشت در واقع و منگیز این ملت هیچ تغییری حاصل نشد. برای این هست که من فاصله میگیرم از این سخنان و هرگاه که با حافظ روبرو میشم براستی غمی قلب من رو میگیره. این که نگاه میکنم میبینم 700 سال پیش فرزندی از این سرزمین بلند میشه و سخنانی
این گونه میگه و در جایگاهی که من امروز نشستم قرار داره. کسی به حافظ نپیوست و کسی هم به هوشنگ نخواهد پیوست، اگر به قول معروف این گونه این مسیر طی بشه. میگه ورنهن در ره ما خار ملامت زاهد، ورنهت در ره ما خار ملامت زاهد، از گلستانش به زندان مکافات داریم. میگه رو به رو بشیم. خار ملامت هم وطنان گرامی استعاره ای هست که میگه اگر با ما مسلحان روبرو شدن به گونه جمهوری اسلامی، ما هم روبرو بشیم. و از این گلستانی که براستی برای خودشون درست کردن از سرزمین ایران، بکوبیمشون به دیوار و دست و پاشون رو، دست و پای دشمن رو ببندیم. ما هیچ گذری از این مبارزه رو در رو نداریم. هموطنان گرامی، ما باید یه جنگ بزرگ داشته باشیم. این جنگ رو ما 1400 سال پیش باختیم و هرچه که در این سرزمین اتفاق افتاد پیامد قادسیه هست. مطمئن این جریان باشید. ما در قادسیه جنگ رو باختیم، پشت سرش مأمون عباسی چرتای ماورای سیحون و جیحون رو به این سرزمین آورد، زیرا که ما دست بسته بودیم. و اگر ملت ایران هویت خودش و سرزمین خودش رو داشت، هموطنان گرامی، کسی جرأت این رو که وارد این سرزمین بشه نمی داشت. ملتی دست بسته ترکای ماورای سیحون و جیحون رو آوردن و زبان این سرزمین رو، بخش وسیعی از زبان این سرزمین رو تغییر دادن. پس از اون چنگیز مغول پیامد باخت جنگ قادسیه هست. چنگیز مغول رو خلیفه تازی به این سرزمین با نامه دعوت کرد و وارد این سرزمین کرد و مردمی دست بسته رو جلوی شمشیر چنگیز مغول قرار داد. اگر ملت ایران در قادسیه جنگ رو نباخته بود، هموطنان گرامی، چنگیز مغول قدرت این رو که به این سرزمین حمله بکنه نداشت، تا چه برسه که ملت ایران رو بخوابونه و سر ببره یا بچه های ایران رو به سیخ کباب بکشه. جرأت این کار رو کسی نداشت. حمله تیمور لنگ هم وطنان گرامی پیامد جنگ قادسیه هست. گفتن که حافظ با تیمور لنگ که روبرو میشه، تیمور قرآن رو از پس و پیش حفظ بوده و یک سوره رو از جلو میخونده و برمیگشته از طرف میخونده. این گونه بود پیامد باخت جنگ قادسیه هست. ما باید به یک جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی، با فرزندان علی و محمد تازی و عمر و دیگر سرداران عرب، باید ما رو در رو بایستیم. راهی نیست. اینقدر نرید سفره دلتون رو باز نکنید این بر اون بر. شنیدم که دانشمندان ایرانی رفتن در کنگره امریکا نشستند، از شیعه‌گری انتقاد کردند. من شما رو نصیحت میکنم، به این که برای خودتون هویتی دست و پا کنید. چه انتقادی شما از شیعه‌گری دارید در صورتی که دولت شیعه در ایران حاکم هست و امور این سرزمین
به دستش هست و این سرزمین رو اداره میکنه و نماینده اکثریت این جامعه شناخته میشه در جامعه بین المللی. چرا شما خودتون رو بی اعتبار میکنید؟